و بعضی پرونده ها هستن که حتی برای مدت ها منو تحت تاثیر قرار میدن و ناراحتم میکنن. وقتی متنش رو ترجمه میکنم و مینویسم و بازنویسی میکنم و ضبط میکنم و همه اینا باعث میشه که چندین بار این پرونده توی ذهن من تکرار بشه و وقتی شما خروجی نهایی رو میشنوید در واقع دیگه بارها برای من تکرار شده اون پرونده، اون زشتیش تا حدی از بین رفته، اما به این معنی نیست که من تحت تاثیرشون قرار نمیگیرم. صدایی که الان با هم شنیدیم صدای واقعی قاتل پرونده ماست. اون علاقه زیادی به داستانهای جنایی داشت، تمام قاتلهای معروف جهان رو میشناخت، راجبشون تحقیق میکرد و ساعتها درباره اونا توی پادکست‌هاش حرف میزد و یه لذت خاصی از تعریف کردن داستانهای جنایی میبرد. و عجیبترین وجه این پرونده اول اینه که صدای شخصی که الان با هم شنیدیم یه قتل انجام داده، یه قتلی که اگه با هم تحلیلش کنیم واقعا شما رو میخکوب میکنه. اما از نظر من اصلا داستان قتلش ترسناک نیست. چیزی که واسه من ترسناکه اینه که یه آدم خوشبخت، خندون و باهوش، یه زندگی بسیار سالم و عادی داشته، بعد از سالیان سال غرق شدن در پرونده‌های جنایی به شکلی خودش رو و زندگیش رو تغییر داد، به شکلی روی ذهنش تأثیر گذاشت که خودش هم شد یکی از سوژه های وحشتناک پرونده های جنایی. که من اصلا دلم نمیخواد فقط بیام راجع به داستان قتل حرف بزنم و ویدیو رو ببندم. اتفاقا کمترین تحقیقم راجع به همین انجام قتل بوده، چون داستانش رو بیشتر مردم شنیدن. اما از طرفی بیشترین تحقیقم که ممکنه خیلی ها براشون جذاب باشه راجع به این بوده که چطور این مرد خوشحال بین یه باز زمانی کوتاه به قدری تحت تاثیر شغلش قرار میگیره که دست به یه قتل وحشتناک میزنه. من اومدم تمام پادکست های این مرد رو از اول تا آخر تماشا کردم و شاید باور نکنید اون تمام افکارش رو توی پادکست ها خالی میکرد و چند تا از پادکست هاش به قدری وحشتناک پیغامدار و رک بود که اگه من طرفدارش بودم از طرز حرف زدنش پی میبردم که ممکنه در آینده دست به یه قتل وحشتناک بزنه. و شخصیت این مرد توی اولین پادکستش و آخرین پادکستش زمین تا آسمون فرق میکرد. بیشتر از این مقدمه رو ادامه نمیدم. امشب قراره با هم راجع به یه مرد جوان ایرانی حرف بزنیم. مردی که روند قاتل شدنش واضح توی پادکستاش حس میشه و داستانش توی توییتر سر و صدای زیادی کرده. و اینم بگم که قرار نیست با هم درباره چیزای تکراری حرف بزنیم. من تمام سعیمو میکنم که این داستانو به شکلی بسیار متفاوت واسهتون ارائه بدم. پس جایی ندید برابرش با لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن از بنده و سبک مورد علاقه خودتون حمایت کنید و بریم با هم این پرونده جنایی وحشتناک تا آخر تماشا کنید. سلام بر بچه، چه خبر؟ قاتل پرونده ما یه مرد ایرانی 34 ساله به اسم مهدی پورباقی هستش. یه جوان بسیار باهوش، تحصیل کرده و باسواد که در دانشگاه های زیادی درس میخونده و واقعا از لحاظ شخصیتی خیلی کامل بوده. تمام برادرای این مرد دارای هوش بالایی بودن، هیچ مشکل روانی نداشتن، قرص و مواد خاصی مصرف نمی کردن و اطرافیانش مهدی رو یه آدم بسیار اجتماعی، شوخ‌طبع و مهربون خطاب می کردن که البته مهدی بعضی از روزا این شکلی نبود. طبق گفته های خواهر باران، مهدی بعضی روزا واقعا اهل بگو بخند بود و برعکسش بعضی روزا خودش رو توی خونه حبس می کرد و با بررسی کردن داستانهای جنایی و پادکست ضبط کردن خودش رو سرگرم می کرد و با کسی ارتباط نمی گرفت. 11 سال پیش مهدی با دختری به اسم باران که یک سال از خودش کوچیک‌تر بود ازدواج کرد و به معنای واقعی خیلی همو دوست داشتن و خوشبخت بودن. اما آخر این پرونده جنایی خیلی شما رو شوکه میکنه. من تمام شبکه‌های مجازی این زوج رو تصمیم گرفتم پیدا کنم. توی فیسبوک مهدی یه اکانت داشت و داخلش کلن راجع به همسرش و میزان عشقی که نسبت به اون داشت صحبت میکرد. برای مثال این یکی از اون پست‌هاست: مرسی که بعد از 11 سال زندگی مشترک هنوزم لبخند به لبان میاری. و چند تا عکس از خودش و زنش منتشر کرد. یا در پست بعدی عکس جشن عروسی مهدی رو میبینیم که خطاب به زنش نوشته: بوسیدن دستهایت یکی از بهترین لحظات زندگی منه. دستان کوچک، مهربان، زیبا و معصوم که من را مادرانه در آغوش میکشد. و ما بقیه متنها رو واضح میبینید.
که این عکس ها نشان دهنده اینه که مهدی واقعا همسرش رو دوست داشته و همسرش هم مهدی رو دوست داشته. بعد از بررسی کردن اکانت فیسبوک مهدی تصمیم گرفتم به اینستاگرامش برم و با صحنه‌ای برخوردم که خیلی حس بدی بهم دست داد، یه حسی که شما ممکنه درکم نکنید. پیج مهدی رو پیدا کردم که متاسفانه قفل بود و اصلا نمیشد تحقیق خاصی کرد. از پیجش خارج شدم و تصمیم گرفتم پیج زنش و باران که آیدیش الان این بالا میاد پیدا کنم تا شاید توی تحقیقم یکم کمک کنه. پیج زنش رو پیدا کردم که متاسفانه اینم قفل بود، اما چشمم به یه چیزی افتاد. زنش پیج اینستای منو دنبال میکرد و این واقعا حس بدی داره، اینکه بیای یه پرونده ای رو راجبش حرف بزنی و ارائهش بدی که قربانی این پرونده، یعنی مقتول این پرونده که میخوام راجبش حرف بزنم و به طرز بسیار بی‌رحمانه و وحشتناک کشته شده، پیجمو فالو میکرده و خب ظاهرا شاید بعضی وقتا فیلممو میدیده و تماشا میکرده، حالا چه با مهدی چه بی مهدی. وای خلاصه بیشتر از این اطلاعاتی از اینستاگرامشون دریافت نکردم، خارج شدم و بعد یکم تحقیق با یه متنی برخوردم که تقریبا 4 سال پیش توسط خود مهدی نوشته شده بود که داشت راجع به قاتل‌های پادکستاش نظر میداد. تلاش ما اینه که بگیم افرادی که چنین جنایت‌های وحشتناکی رو انجام میدن حداقل در مقطعی از زندگیشون یه آدم معمولی و سالم بودن و ممکنه اطراف ما چنین آدم‌هایی با الگوهای رفتاری مشابه باشن که وقتی بهشون توجه نشه وارد مسیر مشابهی بشن. داستان‌ها 100% واقعی هستن. این چه حرفی بود که مهدی زد؟ درسته پیغام زیاد داشت که این متن کمک زیادی به تحلیلمون میکنه و اینم اضافه کنم که اطلاعات این پرونده به طور کامل بیرون نیومده، یعنی ما هیچ اطلاعی از دلیل قتل و سایر جزئیات نداریم، اما در آخر این فیلم سعی میکنیم با مطرح کردن نظریه و کاراگاه بازی به جوابهای خوبی برسیم و شاید دلیل قاتل شدن این مرد رو هم بفهمیم که همین متنی که الان با هم دیدیم یه پیغام داشت. بی توجهی. اینو یه جای ذهنتون ذخیره کنید. زمانی که مهدی و باران با هم ازدواج کردن تقریبا 8 سال توی لاهیجان زندگی میکردن و مهدی با برنامه نویسی و شغلایی که توی ایران داشت واقعا وضع مالی خوبی داشتن و هیچ فشار اقتصادی روی جفت زوجها نبود و حتی خواهر باران میگفت این دو واقعا همو دوست داشتن و ما یک بار ندیدیم که با هم دعوا کنن یا جر و بحثی بینشون پیش بیاد. که در همون روزا مهدی برای گرفتن مدرک بهتر به دانشگاه‌های تهران میره و چند سالی اونجا زندگی میکرد به همراه باران. بعد گرفتن مدرک تقریبا اواسط سال 1401 به کانادا مهاجرت کردن و مهدی تحصیلاتشو اونجا تصمیم گرفت ادامه بده. اما خب ببینید وقتی از ایران به یک کشوری مثل مخصوصا کانادا و آمریکا سفر کنید، خب یک کمی شرایط دخل و خرج فرق میکنه اونجا و یک کمی شرایطش سخت‌تره. به خاطر همین مهدی برای اینکه بتونه بهتر خرج زندگی رو در بیاره، یه شغل نگهبانی هم واسه خودش انتخاب کرده بود. شغلی که اصلا از لحاظ مالی بهش نیازی نداشت، اما واسه اینکه سرگرم کنه این کار رو انجام میداد. و خب تا اینجا اطلاعاتی از زندگی و گذشته مهدی و همسرش رو فهمیدیم، توی کانادان و در حال گذروندن زندگیشونن، تا اینکه تقریبا یک هفته پیش یه زن به خانواده باران زنگ میزنه و ادعا میکنه چند روزی میشه که خبری از باران نیست، غیب شده و هیچ خبری ازش نداریم. خانواده باران با مهدی تماس میگیرن اما موبایلشو جواب نمیده، تا اینکه چند روز بعد پلیس گزارشی دریافت میکنه از دیده شدن یه چمدون سنگین که بوی بدی میده و اطراف یه رودخانه دور افتاده قرار داره. و با جسد باران مواجه میشه که با حالت جنین و بعضی ها میگن تیکه تیکه شده داخل چمدون قرار داره و روی بدنش زخمهای شدیدن عمیقی دیده میشه. باران مرده بود. پلیس بعد کمی تحقیق به شوهر این زن مزنون میشه ولی خبری ازش ندارن که کجاست و میرن برای پیدا کردن مهدی. حالا تا قبل از اینکه پلیس مهدی رو پیدا کنه بیایم با هم یه شیرجه بزنیم به اعماق ذهن مهدی.
یعنی حرفای عجیبی که توی پادکستاش میزنه، پیغامای عجیبی که میده و کلن روند قاتل شدنش. سایتی که مهدی پادکستاشو اونجا منتشر میکرد اسمش الان روی صفحه میاد واسهتون و لینکشو توی دیسکریپشن حتما میذارم تا اگه خواستید پادکست‌ها رو کامل گوش کنید به اونجا مراجعه کنید. بعد کمی گشتن داخل سایت با کلی پادکست‌های 2 ساعتی، 1 ساعتی، 40 دقیقه‌ای مواجه شدم که همه‌شون درباره پرونده‌های جنایی هست. و داخل همه پادکست‌ها مهدی به همراه یه مهمان راجع به یه پرونده جنایی حرف می‌زنن و تحلیلش می‌کنن. اولین پادکست مهدی در 27 مهر ماه سال 1398 در این سایت آپلود شد و آخرین پادکستش هم در 8 اردیبهشت سال 1402 آپلود شد و از این تاریخ به بعد دیگه هیچ خبری از مهدی و پادکستاش نشد. من سعی کردم تمام پادکست‌های مهدی رو، یعنی از بین سال 1398 تا 1402 که 4 سال فعالیت داشته، تمام پادکست‌هاش رو ثانیه به ثانیه بررسی کردم و دلیلی که این فیلم اینقدر دیر به دست شما رسید به خاطر همین بوده و واقعاً ازتون عذر می‌خوام. که خب بعد از اینکه تمام پادکست‌ها رو بررسی کردم، پی بردم رفتار مهدی سال به سال داره تغییر می‌کنه و عجیب‌ترین قسمت اینجاست که وقتی مهدی اولین پادکستش رو منتشر کرد، اول پادکست به بیننده هشدار میداد. یه استرس خاصی هنگام تعریف کردن پرونده داشت و حتی خیلی وقتا عصبی میشد و با مقتول همدردی میکرد. اما هرچی گذشت رفتار مهدی هم عوض میشد. یعنی برای مثال توی پادکست رودخانه سبز قسمت 1 که در 28 فروردین سال 1400 آپلود شد، دیگه مهدی اولای فیلم به بیننده هشدار خشن بودن پرونده جنایی رو نمیداد و کلا لحن تعریف کردنش خیلی عادی شده بود. استرس نداشت، عصبی نمیشد و انگار که داره یه قصه شب برای بچهش تعریف میکنه و کلن مهدی با تمام وجه‌های کثیف اون پرونده‌های جنایی کنار اومده بود. و حتی بدتر از همه اینا اینه که در پادکست آخرین شاهد بخش دوم که نزدیک 2 ساعت زمانشه، مهدی به همراه یه مهمان چند تا آهنگ انتخابی رو بررسی و تحلیل میکنن. اما وقتی بریم جلوتر و زمان 1 ساعت و 5 دقیقه فیلم رو انتخاب کنیم، پی میبریم مهدی نه تنها دیگه با مقتول و قربانی همدردی نمیکنه، بلکه قتل رو یه چیز عادی و غیر ارادی میدونه و حتی از قاتل‌های پروندهش دفاع میکنه. و در این دقیقه از پادکست مهدی میگه اگه کسی مرتکب قتل شد اصلا حقش اعدام نیست و کلن مهدی مخالف اعدام بوده. اما دفاع کردن از یه قاتل و جذاب بودن فانتزی‌های اون برای مهدی واقعا شخصیتش رو خیلی واسمون تاریک‌تر میکنه که الان چند ثانیه از صحبت‌های مهدی رو که صدای اصلیشه واسهتون پخش میکنم. و واسه اینکه بهتر حس بگیرید، ما یه اتاق تاریک طراحی کردیم، یه میز گذاشتیم وسط و با شمع اطراف میز رو روشن کردیم. اینجا 2 صندلیه به همراه 2 میکروفون و 1 دفتر که تحلیل‌های مهدی و داستان جناییش داخلش نوشته شده. خود مهدی رو به صورت انیمیشن طراحی کردیم، روی صندلی میذاریمش و مهمانش هم کنارش میشینه و صحبت‌های مهدی رو توی پادکست با انیمیشن مچ میکنیم تا یه حس بهتری از ارائه داشته باشید. و این که ما بخوایم خیلی راحت بگیم که زندگی آدم رو میتونیم تموم کنیم، به نظر من با توجه به چیزی که ما از انسان میشناسیم و چیزی که از انسان دیدیم، چون انسان موجود غیر قابل پیشبینیه، همونجوری که میتونه خیلی بد باشه میتونه خیلی خوب و خیلی تاثیرگذار باشه، پس به خودی خود فکر میکنم تموم کردن زندگی یه نفر مجازات عادلانه ای نیست. اینکه چی میشه اون آدم اون کار رو انجام میده، اون یه بحث دیگه است، اون یه جور دیگه باید جلوشو گرفت. ولی حالا که انجام داده، بیایم صرفا بگیم که خب اینو بکشیمش. درسته، رفتار مهدی سال به سال عجیب تر میشه. که خب قبل از اینکه ادامه پادکست ها رو تحلیل کنیم، باید بگم که پلیس تحقیقات رو انجام داد، خونه شوهر باران رو، یعنی مهدی رو، پیدا کرد، وارد خونه شد و در کمال تعجب جسد مهدی رو دید که خودش رو خلاص کرد. مردم خیلی گیج بودن و فکر میکردن ممکنه داستان خیلی از این بدتر باشه. شاید یه آدم بلایی سر این زوج آورده و ممکنه اصلا مهدی همسرش رو نکشته باشه، که متاسفانه پلیس کانادا بعد از اینکه دوربینای اطراف خونه مهدی رو بررسی کردن به عکسی رسیدن که دیدن مهدی به همراه همون چیزی که جسد زنش داخلش بود و کاملا مشخصه که کیف چقدر سنگینه، در حال رفتن به سمت همون رودخونه است. جسد رو کنار رودخانه رها میکنه و بعد برمیگرده به خونه‌اش و خودش رو خلاص میکنه. و بله،
متاسفانه طبق این مدارک مهدی همسر خودشو کشته و این یه سند محکمه که خب متاسفانه از این بیشتر مدرکی نداریم که راجبش حرف بزنیم، اما خب با نظریه پردازی و کمی تئوری و یه کمی کاراگاه بازی میتونیم به جوابای بهتری برسیم. الان وقتشه با هم در حالی که هیچ مدرکی نداریم و فقط میخوایم کاراگاه بازی کنیم پی ببریم مهدی چرا زنشو کشته و چه مشکلی بینشون بوده که این زوج عاشق که خوشبختی از پستای فیسبوکشون میبارید ته داستان زندگیشون به یه همچین کابوس وحشتناکی تبدیل شد، که خوشبختانه با بررسی کردن تمام پادکست‌های مهدی فقط میشه به یه جواب رسید. در دقیقه 16 همین پادکست مهدی یه حرفای عجیبی راجع به فانتزی های یه قاتل میزنه. این میتونه هم خوب باشه هم بد باشه، یعنی از این جهت من خوشحالم که ما دسترسی داریم به فانتزی های این آدم، چون که خودش نوشته اینا رو، و خب این که ما دسترسی داریم به فانتزی ها خیلی بهمون کمک میکنه که بشناسیم طرفمونو و خیلی کمک میکنه که اون الگوه رو بشناسیم، برای اینکه ما باید ببینیم اون آدم چی فکر میکنه که بدونیم اول از همه خودمون چقدر نزدیک فکرمون بهش. و هر چقدر که پادکست رو بریم جلوتر مهدی صحبتهای بدتری میکنه. نه بحث این نیست، هر کس توی یه مقیاسی یه سری چیزهایی تو ذهنش میگذره و اولین قدم اینه که آگاهی پیدا کنه نسبت به اونا که بتونه مدیریتشون کنه، بفهمه تا کجا سالمن. خیلی جالبه از این جهت که ما میبینیم چه کلوهایی وجود داشته، مثلا فلان اتفاق تو زندگی این فرد افتاده، فلان فانتزی براش ایجاد شده. خب اگه موافق باشی بریم آهنگ بعدی هم از همین پرونده گوش بدیم. آره حتما. اسمشو میگی؟ آهنگ Dark Side of Paradise از گولدفورد. این آهنگ من خیلی دوست دارم، فکر کنم تو به اندازه من دوستش نداری ولی من خیلی دوستش دارم، بریم گوش کنیم. خب این پادکست مربوط به سال 1401 هستش و تا 1403 یعنی زمانی که مهدی دست به قتل همسرش زد حداقل 2 سال فاصله داره و یه کمی دور از ذهنه که بیایم حرفایی که مهدی توی سال 1401 زده با اقدامی که توی سال 1403 کرده رو به هم ربط بدیم، ولی خب خوندن ذهنیت این آدم و پریدن در افکارش و قضاوت کردنش باید میدونم مشکلی داشته باشه. همونطور که شنیدید مهدی توی این پادکست کلن داشت راجع به اخلاق خاص قاتلا و دلیل تشکیل شدن فانتزی قتل صحبت میکرد و ادعا داشت دلیل تشکیل فانتزی یا به خاطر مریض بودن قاتله یا به خاطر اینکه زندگیش یه تغییر بدی کرده و اون تغییر روی روان قاتل تأثیر گذاشته و تنها سوال من اینه که آیا مهدی هم با خوندن زندگی نامه قاتلا و غرق شدن توی داستانهای جنایی یه فانتزی توی ذهنش ساخته شده؟ قسمت باور نکردنیش برای من اینجاست که چرا تصمیم گرفت اون فانتزی رو روی زنش پیاده کنه؟ ببینید باهوش بودن یه انسان دلیل بر این نمیشه که قتل انجام نده. اتفاقا بیشتر قاتلای سریالی معروف از هوش بالایی برخوردار بودن و تا الان هیچ کس نتونسته افکار کسی که دست به قتل زده رو شفاف بهمون توضیح بده. اصلا یه تفکر شدید عمیقیه که اگه آدمی غرقش بشه واقعا اتفاقای ترسناکی رو رقم میزنه و به نظرم مهدی یه فانتزی داشته و منتظر بوده تا اونو سر یکی پیاده کنه، اما اینکه چرا قربانی این فانتزی همسرش بوده سعی میکنیم آخرهای ویدیو بفهمیم. اما وحشتناکترین بخش این پادکست که نمیدونم آیا با عقل جور در میاد یا نه مربوط به همین فانتزیه. دیدیم برابرش توی اکثر داستانهای جنایی و فیلمهای جنایی وقتی قاتل میخواد جسد رو مخفی کنه و یه جا پنهانش کنه یا توی جنگل رهاش میکنه یا توی دریا یا زیر خاک یا توی زیرزمین خونش اونجا جسد رو مخفی میکنه، و وقتی یکی قتل انجام میده چون اون داستانها رو خونده و رو ذهنش تأثیر گذاشته وقتی بخواد یه جسد رو پنهان کنه دقیقا همین لوکیشن ها به ذهنش میاد. و سر همین داستان یه قسمت از این پادکست که در سال 1401 گفته شد با اتفاقی که در سال 1403 افتاد شباهت داره. ما میدونیم که مهدی جسد همسرش رو که داخل یه چمدون زرشکی بوده اطراف یه رودخانه دور افتاده رها میکنه و در دقیقه 34 این پادکست مهدی یه حرف خیلی آشنا میزنه. خب اینم پرونده رودخانه سبز بود. پرونده رودخانه سبز هم درباره قاتل رودخانه سبز که احتمالاً اگر طرفدار پرونده‌های جنایی واقعی باشید حتما می‌شناسید، درباره گری ریجوی که اجساد قربانیاش رو توی مسیر همین گرین ریور که یک رودیه توی آمریکا در مسیر اون رها می‌کرد و به خاطر همین به اسم قاتل رودخانه سبز شهرت پیدا کرد. واقعاً چطور از این بگذریم؟ برای من غیر منطقیه شخصی مثل مهدی که اینقدر زندگی موفقی داشته و آدم باهوشی بوده بخواد تحت تاثیر یه شخصیت منفی قرار بگیره و با انجام دادن کار اون شخصیت بخواد اسم خودشو سر زبونا بندازه.
و این خیلی ترسناکه که نتونی پیش بینی کنی چه جور آدمی امکان داره افکارش دقیقاً مثل مهدی به همین شدت عوض بشه. و اینجاست که میگن انسان یکی از غیر قابل پیش بینی ترین موجودات روی زمینه. و حتی با اینکه قبلا این قسمت رو گذاشته بودم واسهتون، اما در ساعت 1:45 این پادکست مهدی راجع به پرونده هایی که خونده و روش تاثیر گذاشته داره صحبت میکنه. و بعضی پرونده ها هستن که حتی برای مدت ها منو تحت تاثیر قرار میدن و ناراحتم میکنن. حتی خیلی از این پرونده ها رو خود شنونده ها پیشنهاد میدن. وقتی متنش رو ترجمه میکنم و مینویسم و بازنویسی میکنم و ضبط میکنم و همه اینا باعث میشه که چندین بار این پرونده توی ذهن من تکرار بشه. و وقتی شما خروجی نهایی رو میشنوید، در واقع دیگه بارها برای من تکرار شده اون پرونده، اون زشتیش تا حدی از بین رفته، اما به این معنی نیست که من تحت تاثیرشون قرار نمیگیرم. بله، و این پادکست چیز بیشتری واسه تحقیق نداره و اکثر پادکست های عجیب مهدی و اکثر اونایی که راز آلودن مربوط به پادکست های آخرشه. با اینکه کل پادکست هاشو تا آخر شنیدم، اما اون اولیا مهدی فقط داستان ها رو تعریف میکرد به عنوان یک گوینده و واقعا پادکست های اول چیز خاصی نداره بهتون ارائه بدم، اما پادکست های سال 1401ش خیلی ذهنمو درگیر کرد. برای مثال در پادکست شکارچی قسمت 4 که نزدیک نیم ساعت زمانشه با داستانی مواجه میشید و مهدی چیزی رو تعریف میکنه که واقعا از اون مریض‌تر نداریم، که داستان دلخراش که مهدی خیلی ساده بی عصبانیت و معمولی واسه شما تعریف میکنه. اما آخرین پادکستش که بعد از انتشار اون پادکست دیگه هیچ خبری از مهدی نشد، مربوط به یه پادکست 2 دقیقه‌ایه که در توضیحات این پادکست نوشته مرده‌ها حرف نمیزنن اما قاتلاشون چرا؟ که بعد پخش پادکست مهدی خلاصه داستان قبلیشو که توی پادکست گفته بود داخلش تعریف میکنه، که مربوط به یه قاتله که یه سر بریده یه زن توی دستشه و کلن یه قتل وحشتناکی انجام داده. مرده ها حرف نمیزنن اما قاتلاشون چرا؟ قسمت 5 پرونده شکارچی به زودی از پادکست آخرین شاهد. پادکست های مهدی تمام شد و ما متوجه یه نکته در این پادکست شدیم، و اون اینه که شخصیت داستان مهدی یعنی قاتل رودخانه سبز اجساد و جای رودخانه ها رها می کرده. و آیا این ممکنه توی ذهن مهدی ثبت شده باشه؟ یعنی یه مکان برای ناپدید کردن جسد توی ذهن مهدی ثبت شده باشه؟ نکته بعدی که ممکنه کمی بی ربط باشه اما بعدیست اونو حتما توی ذهنمون داشته باشیم اینه که ما پی بردیم مهدی وقتی به کانادا رفت شغل نگهبانی رو انتخاب کرد و شغلش نگهبانی بود، درسته؟ حالا در همین پادکست شکارچی قسمت 4 پی میبریم شغل شخصیت داستان مهدی که داره تعریف میکنه، یعنی همون قاتل داستان، نگهبانیه. و مهدی هم تقریبا 1 بعدش که به کانادا رفت شغل نگهبانی رو انتخاب کرد، در حالی که اصلا بهش نیازی هم نداشت. درسته یکمی سخت بخوایم به هم ربطش بدیم، اما اگه مهدی اونقدری ذهنش به هم ریخته بوده که قصد داشته الگو از یکی بگیره چی؟ حالا وقت تئوری پردازی و کاراگاه بازیه. البته اینو باید بگم که این فیلمی که الان دارید میبینید برا بچ، من شب 4 اینو ضبط کردم و با ادیتش و اینا حداقل 4-5 زمان میبره و متاسفانه یکمی دیر دستتون میرسه این فیلمه. و اگه خبر جدیدی راجع به این پرونده جنایی شنیدم یا خبر جدیدی منتشر شد حتما توی کامنت ها یا دیسکریپشن مینویسمش. اما الان که من دارم این فیلمو ضبط میکنم فقط در همین حد مدرک وجود داره و بهتره قبل از اومدن اطلاعات بیشتر خودمون یه پیش بینی بکنیم، و همونقدر که پیش بینی هامون ممکنه اشتباه باشه همونقدرم ممکنه درست باشه. تئوری اول، ما فهمیدیم که مهدی یه آدم بسیار باهوش، سالم، با انگیزه، عاشق و تحصیل کرده ای بوده که همه بهش افتخار میکردن. اون 11 سال پیش با دختری به اسم باران ازدواج کرد و خانواده دختر ادعا داشتن این زوج بسیار عاشق هم بودن و اصلا مشکلی با هم نداشتن. حالا همونطور که اطلاع دارید برا بچه، اصلا نمیشه گفت چون این آدم خنگه، چون باهوشه، پولداره، فقیره، بیسواده، باسواده یا هرچی ممکنه دست به قتل نزنه. این حرف کلن اشتباست، از هر کس هرچی برمیاد. اما اگه فرضو بر این بگیریم که ذهن مهدی به خاطر غرق شدنش توی داستانهای جنایی آلوده شده، بهتره چند تا چیزو به هم رسم کنیم.
ما پی بردی مهدی 11 سال پیش ازدواج کرده و از طرفی پی بردی مهدی 4 ساله که مشغول پادکست سازی جناییه و خب یه آدم هیچ وقت یهو وارد یه سبکی نمیشه. اول کنجکاو میشه، بعد تحقیق میکنه، بعد عاشق اون سبک میشه و بعد از اینکه انگیزه گرفت وارد اون سبک میشه. پس مهدی هم تصور میکنیم قبل از اینکه وارد پادکست سازی بشه 1 سال به داستانهای جنایی و تحقیق راجع به این موضوعات علاقه پیدا کرده بود و بعد 1 سال شروع کرد به پادکست ساختن که 1 به علاوه 4 میشه 5. مهدی بیش از 5 ساله که بخشی از ذهنش درگیر داستانهای جناییه و 11 سال پیش هم ازدواج کرده بود و همونطور که خانواده دختر گفتن این دو زوج شدید عاشق هم بودن. اما یه سوال اینجا پیش میاد، تا کی عاشق هم بودن؟ 3 سال اول؟ 5 سال اول؟ 8 سال اول؟ یا 10 سال اول؟ و طبق عکسایی که از صفحات مجازی این زوج پیدا کردیم پی بردیم این زوج واقعا همیشه عاشق هم بودن و اصلا مشکلی با هم نداشتن، که این خیلی پرونده رو پیچیده ترش میکنه. تئوری اولو به این شکل تصور میکنیم که مهدی قصد داشته یه آدم موفق و مفیدی برای خودش و خانوادهش بشه. 11 سال پیش ازدواج میکنه و مشغول تحصیل در دانشگاه های معروف هر شهر میشه. بعد تقریبا 5 سال که از ازدواجشون میگذره، خب واقعا زندگیش داشته خوب پیش میرفته، عشق زندگیشو داشته، پول داشته، همه چی داشته، اما دنبال یه سرگرمی بوده تا مواقعی که بیکاره خودشو با اون سرگرم کنه. بعد یه مدت به داستانهای جنایی که فکر کنم از هر 100 نفر 95 نفر علاقه مندن به داستانهای جنایی، اونم علاقه مند میشه. اما خب حد و مرزی برای سرگرمی خودش نذاشته بود و این یکی از بدیهای آدمای باهوشه که هیچ وقت هیچ حد و مرزی توی کاراشون قرار نمیدن. 1 سال اول مشغول میشه به دیدن فیلمای جنایی، بعدش مستند میبینه، مصاحبه های قاتلا رو میبینه و حسابی غرق این داستانای جنایی میشه. و از اونجایی که مهدی آدم باهوشی بوده، دوست داشته تحلیلای خودش و ذهنیت خودش رو نسبت به هر داستانی با مردم به اشتراک بذاره، اون شروع میکنه به پادکست ساختن و با تعریف کردن، تحلیل کردن و پردازش داستانای جنایی هم خودش رو سرگرم میکنه، هم ذهنش رو خالی میکنه و هم مقداری طرفدار برای خودش جمع میکنه. اما بعد چند سال مهدی به این کار معتاد میشه. با دیدن مصاحبه های خاصی سعی میکنه بین خودش و قاتل یه ارتباطی درست کنه، سعی میکنه خودش رو جای قاتل بذاره. اکثر فانتزی های قاتل برای این آدم جذابه و اکثر آدم های باهوش اگه در مرحله بعدی از زندگیشون قرار بگیرن ممکنه خیلی به این چیزا فکر کنن. حتی از بعضی از شخصیت های معروف سعی میکنن الگو بگیرن، مثل اونا رفتار کنن و کلن ذهنیتشون روز به روز تاریک و تاریک تر میشه و هرچقدر اون فانتزی های وحشتناک بیشتر اثر گذاشته باشه روی ذهنشون بیشتر خطرناک میشن. بعد چند سال ظاهرن باران متوجه تغییراتی در رفتار مهدی میشه و با هم جر و بحث میکنن و مهدی یک کم از پادکستاش سعی میکنه فاصله بگیره، چون وقتی وارد سایت بشید بعضی وقتا مهدی در یک ماه فعالیتش خیلی زیاده و بعضی وقتا هر 5-6 ماه یک بار سر و کلش پیدا میشه. اما خب برای شخصی مثل مهدی کم اومدن به سمت این داستانا به معنی بهتر شدن وضعیتش نیست. پیش بینی میشه کرد که مهدی و زنش یه بار حسابی با هم حرف زدن و تصمیم گرفتن برای ساخت یه زندگی جدید، سالم و بهتر به یه کشور بسیار سطح بالا مهاجرت کنن. و ظاهرا باران از مهدی میخواست کلا این سرگرمی مزخرفشو بذاره کنار، چون ظاهرا خیلی روی مهدی تاثیر بدی گذاشته بود. به خاطر همین مهدی کلا پادکستاشو ول میکنه و به مدت 1 سال خبری ازش نمیشه. و اگه وارد سایت بشید پی میبرید مهدی آخرین پادکستش در 8 اردیبهشت 1402 یعنی تقریبا 1 سال پیش منتشر شده و تقریبا 5 ماه بعد از پخش این پادکست به کانادا رفتن و اونجا واقعا دیگه مهدی این کارو کنار گذاشته بود. اما خب عوارضش هنوز روی ذهن مهدی بوده، یعنی اون فانتزیا، اون الگوها و اون کنجکاوی‌ها هنوز که هنوزه توی ذهن مهدی میچرخیده. شاید با خودتون بگید امکان نداره یه آدم 34 ساله دقیقاً مثل بچه‌ها از یه شخصیت الگو بگیره به اینکه بخواد مثل اون رفتار کنه، اما این حرف اصلا براش منطقی نیست. الگو گرفتن و جذاب بودن یه فانتزی اصلا ربطی به سن و سال نداره. برای مثال توی داستان جنایت و مکافات شخصیت اصلی داستان فقط دنبال یه بهانه بود که یه پیرزن رو بکشه و تا حدی یه فانتزی داشت. اون اونقدری مغرور شده بود به شخصیتش که فکر میکرد اگه پیرزن رو بکشه راحت میتونه از دست پلیسا مخفی بشه و مثل قاتلای معروف خودش رو مخفی کنه. اما وقتی پیرزن رو کش، ناگهان غیر ارادی
یه نفر دیگر رو هم کنار پیرزن کش و فرار کرد، اما مکافات این قتل دستبردار شخصیت داستان نبود. و خب مهدی هم ممکنه به همون مصیبتی که شخصیت داستان جنایت و مکافات دوچار شده، اونم دوچار شده باشه. حالا مهدی این فانتزیا رو داشت و از ذهنش نرفته بود، اما اگه دقت کنید و به یاد داشته باشید، من قبلا یه جمله گفتم که اون جمله رو توی یکی از سایت‌ها دیدم که گفته بودن یه زن به خانواده دختر زنگ میزنه، زنی که مهدی اون رو میشناخته و ما اصلا اطلاعاتی راجع به اون زن نداریم که کیه، چرا به خانواده دختر زنگ زده، شماره اونا رو از کجا داشته و بدتر از همه اینه که چه ارتباطی با مهدی داشته. و طبق مطالب بعضی از سایت‌ها ادعا دارن که مهدی وقتی به کانادا مهاجرت کرد، پای یک زن دیگه هم به زندگیش باز شد. یعنی مهدی مخفیانه با یه زن دیگه هم حرف میزده، در حالی که باران هیچی نمیدونسته. که وقتی من اینو شنیدم اصلا باش کنار نیومدم و اصلا برای من یکی حداقل منطقی نبود. مهدی که اینقدر بارانو دوست داره و بارانی که اینقدر مهدیو دوست داره و با هم خوشبختن، مهدی بخواد خیانت کنه؟ واقعا امیدوارم که این حرفی که بعضی از سایت‌ها زدن اشتباهی محض باشه، که خب بیان یکم با هم تئوری بسازیم، شاید منطقی در بیاد. داستانو میشه به این شکل پیش بینی کرد که مهدی با یه خانم رفیق بوده، خیانتی در کار نبوده، فقط رفیق بوده، شاید هم همکارش بوده، که بعد یه مدت باران متوجه این زن میشه که مهدی باهاش ارتباط داره و شاید در اون تایم زمانی این زوج اعصاباشون به خاطر فشار مهاجرت یکم به هم ریخته بوده و زیاد داغ میکردن. به خاطر همین باران داغ میکنه، شروع به سر و صدا میکنه و با مهدی بحث میکنن. مهدی کاملا غیر عمد و غیر ارادی باران رو هول میده و سرش به یه جایی برخورد میکنه یا با چیزی به سرش ضربه میزنه تا باران رو ساکت کنه، اما اون ضربه به جای بدی از سر باران خورد و فوت کرد. و مهدی حسابی ترسید و نمیدونست چی کار کنه. یه چاقو برداشت تا طبق داستانهای جنایی بدن زنش رو تیکه تیکه کنه، توی چمدون کنه و یه جا رهاش کنه تا جرمی به گردنش نیفته. اما وقتی میخواست این کار رو انجام بده دلش نیومد. یعنی این کار رو انجام داده، چند تا خش انداخت، میخواست این کار رو انجام بده اما نتونست. جسد زنش رو به صورت جنین داخل یه چمدون به زور جا میکنه، میزنه بیرون و یه جا رهاش میکنه و برمیگرده خونه. تقریبا از زمان مرگ باران تا خودکشی مهدی یک روز گذشته بوده و وقتی اومد خونه، خب یه لحظه تصور کنید خودتون رو بذارین جای اون شخص و اگه قتل واقعا غیر عمد بوده باشه، تصور کنید چه حسی داشته. به اون چمدون دستش نگاه نکنید، اون فقط تأثیرات داستانهای جناییه که روی مهدی اثر گذاشته. بعد از اینکه اومد خونه باورش نمیشد چی کار کرده. بعد کلی فکر، عذاب وجدان و آینده نگری و روبرو شدن با حقیقتی که میگه تو یه قاتلی و دوست داشتنی ترین انسان زندگی تو که شدید عاشقش بودی و اونم عاشقت بود رو کشتی، فقط یه تصمیم روی ذهنش تشکیل میده، خودش رو خلاص کنه و کرد. که تئوری اول این بود برمرچ، به نظر من یه کمی منطقی میاد ولی بازم ممکنه اشتباه باشه. اما خب ببینید، اگه مهدی خودش رو نمیکش، میشد گفت که مهدی یه کار شیطانی کرده و دنبال توجه و فانتزیاش بوده، چون یه قاتل با انگیزه که قتل عمد انجام داده خیلی کم پیش میاد دست به خودکشی بزنه، اونم مخصوصا یک روز بعد قتل. و این مشخصه که مهدی توی این یک روزی که با خودش تنها بوده توی خونه، خیلی زیاد به کارش فکر کرده و اون تصمیمو گرفته و حتی شاید این پادکست‌ها هیچ تأثیری روی اون نداشته. یعنی این اتفاق ممکن بود واسه یه آدم معمولی هم بیفته، اما چون مهدی داستان و پادکست جنایی تعریف می‌کرد، یه کمی شخصیت مهدی رو واسه ما خشن‌تر جلوه کرد. تئوری دوم که اینو واقعا دلم نمیخواد بگم و خیلی غیر منطقی میاد، اینه که مهدی واقعا از عمد به خاطر یه زن دیگه بارانو کشته، که از هر وجهی بهش نگاه کردم نتونستم باهاش کنار بیام. البته که انسان خیلی غیر قابل پیش بینیه، اما شما فرض کن توی اولای زندگیت با یکی ازدواج کنی و 11 سال عاشقانه دوستش داشته باشی، باهاش پیشرفت کنی، مهاجرت کنی به یک کشور دیگه، بعد اونجا بیای به خاطر یه دختر دیگه یا اصلا هر چی زنتو بکشی، اونم از عمد. من این تئوری دومو از همینجا ردش میکنم و اصلا بهش اعتقادی ندارم، مگه اینکه پلیس کانادا بیاد و زایم کنه. و خب وقتی هر دو مردن، واقعا چطور میشه فهمید داستان سر چی بوده؟ و از اونجایی که جسد باران به صورت جنین داخل چمدون بوده و قسمت‌هایی از بدنش بریدگی داشته، خیلی احتمال واقعی بودن تئوری اول و افزایش میده، چون مهدی اون لحظه که وقتی فهمید همسرش مرده، میخواسته قطع قطعش کنه،
و شروع هم کرد، اما دلش نیومد و کل بدنشو داخل چمدون جا کرد، که این نشون میده پادکستا هر چقدرم خشن بودن نتونستن اون احساسات مهدی رو نسبت به زنش از بین ببرن و اصلا فانتزی در کار نبوده به نظرم. که خب بیشتر از این واقعا نمیدونم چی بگم، یعنی بیشتر از این واقعا مدرکی نیست که بخوایم راجبش حرف بزنیم. و خب داستان مهدی و زنش از این قرار بود برای بچه و هر چیزی که نیاز بود بفهمیم و بشنویم و شنیدیم، نکته ها رو ذخیره کردیم و با پیوند زدن اونا به هم تئوری اول رو ساختیم، که اون اینه که این قتل اصلا عمدی نبوده و حس پشیمونی باعث شده مهدی خودشو خلاص کنه. من احتمال اینو 80% تعیین میکنم. تئوری دوم که خب گفتم قتل عمد با فانتزی های مهدی بوده، که اگه نکته های ذخیره رو بررسی کنیم دوباره پی میبریم اصلا نمیتونن تئوری دوم رو منطقی جلوه بدن و من اینو 20% تعیین میکنم، که فکر کنم کامل داستان زندگی مهدی و زنشو که متاسفانه در کمال تأسف هر دوشون مردن کامل درک کرده باشید. و هر جایی از این تحلیلام، کاراگاه بازیام و تئوری پردازیام اشتباه بود یا درست بود و در آینده اینو پی بردید، اگه اخبار جدیدی منتشر شد، اگه جایی اشتباه گفتم، اگه جایی درست گفتم و هر چیز تازه‌ای که پیدا کردین حتما توی کامنتو بنویسید، که اگه خوندم و مهم بود حتما پینش میکنم تا بقیه مردم ببینن. و خلاصه واقعا داستان تلخی بود اینکه فهمیدم باران همسر مهدی منو فالو میکرد. شاید درکم نکنید، ولی یه حس بدی داره اینکه ببینی یکی از اشخاصی که حالا تو رو میشناخ قربانی پرونده‌ای هستش که داری تعریف میکنی. یه حس عجیبی داره حقیقتا، میدونی چی میگم؟ واقعا خیلی حس بدیه. و خب امیدوارم دیگه از این اتفاقا نیفته و از این پرونده ها نداشته باشیم، پرونده های عجیب و بی سر و ته و بی جوابی که واقعا نمیشه راجبش حرفی زد. امیدوارم، حالا که هر دو مردن این حرفم تأثیری نداره به حالشون، ولی امیدوارم این قتل یه قتل غیر عمد بوده باشه، یعنی اون تئوریم واقعا میخوام درست باشه و واقعا این زن و شوهر داستان خیلی تلخی داشتن و یه حس عجیبی به من منتقل کرد وقتی داشتم تحقیق میکردم. خلاصه گفتم بهتون برابرش، اگه چیز جدیدی فهمیدین حتما توی کامنت ها مطرحش کنید تا واسه مردم پینش کنم و مطلع بشن همگی. مرسی که فیلمتون اینجا تماشا کردین، عشق منین، خیلی دوستتون دارم. با لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن از بنده و سبک مورد علاقه خودتون حمایت کنید و عشق منید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار. خیلی از جنایت هایی که ما داریم جنایت های با انگیزه هیجانی هست. شما وقتی که یه جنایت با انگیزه هیجانی قرار انجام بدی، اون لحظه نمیشینی فکر کنی ببینی که خب حالا اگر که من گیر بیفتم اعدام میشم یا مثلا حبس ابد میگیرم.